خب دوستان عزیز، با سلام به شما، امیدوارم اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید، اوقاتی بهتر در انتظارتون باشه. من سوربی هستم، این تلویزیون مردم هست و این هم برنامه سوربی با مردم از واشنگتن، پایتخت آمریکا، به شما تقدیم می شود ساعت 2 بعد از ظهر به وقت شرق آمریکا، 11 صبح به وقت غرب آمریکا. هر جا هستید نگاهی ساعت کنید، اگه ساعت دارید، اگه ندارید نگاهی تلفنتون کنید ببینید ساعت چنده. الان اینجا 2:01 شد. در هر صورت خوشحالم که با ما هستید. لطف کنید برنامه ها رو با دوستانتون هم شیر کنید، نظر اونها رو هم جویا بشید. و اما ساعت 3 دوستمون از خلیج فارس برنامه هایی رو به نام گفتار عقل بشر تهیه میکنه و ارسال میکنه، ما هم اینجا پخش میکنیم. شما هم میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید، همون جوری که این زیر نوشته شده. از شما یک تماس، بقیه کارها رو ما انجام میدیم. بله، این روزها خیلی ساده است که خودتون رادیو تلویزیون خودتون رو داشته باشید، فیسبوک خودتون رو داشته باشید، یوتیوب خودتون رو داشته باشید. ولی خیلی از اونایی که رفتن و شروع کردن بعد میگن خب آقا کسی ما رو نمیتونه پیدا کنه. گفتم خب این همینه دیگه. بله. و اما دو تا خبر، یکی بد یکی بدتر، حالا هر جور میخواین شما چیز کن. خیلی ممنون. آقای سعید خان میگه looking good on YouTube also. امیدوارم که صدا اونجا پژواک نداشته باشه. سعی کردم یک فیلتر خیلی گرون خریداری کنم. این فیلتر خیلی گرون اینه، هم عینکمو باهاش پاک میکنم، هم وقتی کارش ندارم اینجوری میذارمش روی میکروفون که صدای نتراشیده و نخراشیده ما رو یک کم صاف کنه. بعض وقتا از همون چیزایی که دارید، امکاناتی که دارید استفاده کنید. اون روز داشتم دنبال یه چیز نرم و لطیفی میگشتم که به اصطلاح صفحه این مانیتورها رو تمیز کنم. بعد گفتم بذار تو یوتیوب نگاه کنم. خب اونا هم پیشنهاد میکنن همین پارچه های مال عینک، میگن اینا خوبه. بعد میگه که اگر حالا اینا نبود، این فیلترهای کافی هست که یه چیزی مثل کاسه هست ولی جنس کاغذه. بعد میگه اینا از کاغذ معمولی خیلی بهتر و خوبتره. یه کم خیسش کنید، دمپ اینجا و بمالید روی صفحه کامپیوترتون. میگه هرگز از وسایل تمیز کننده مثل ویندکس و اینها استفاده نکنید. اینم از این، اینقدر کثیفش نکنید که بخواید اون چیزا رو بیارید. گاهی آدم عطسه میکنه، گاهی گرد و غبار میاد میشینه روش. همین اون مانیتورایی هم که تاچ میکنن آی هیت دم، یعنی هی دست میزنی هی میکشی، بعد فردا جای دست خودتو میبینی بمانه. و اما خبر بعد، آقای علی رضا رضایی طنز پرداز سیاسی در سن 42-43 درگذشت در فرانسه. جالبه این آقا رو، من وقتی که برنامه‌اشو شروع کرد، خب یکی از محاسن این که شما با دوستان باشید اینه که یه چیزایی رو که خبر ندارید براتون میفرسن، بعضی وقتا هم زیادی میفرسن. این دوستمون آقای حسن خزایی، ما دیگه مردیم، ذلیل شدیم، از بس بهش گفتیم عزیز برادر کاکو جون یه جا بفرست. خب اگه میفرستی روی به اصطلاح تلفن ما، من میگیرم میخونم میبینی خبرتو خوندم، دیگه رو فیسبوک و این ور و ور نفرست، چون میام رو فیسبوک میبینم اونو گذاشتی، میرم روی اون یکی میبینم اونو گذاشتی. این هم وقت خودت رو میگیره، هم وقت من رو میگیره. تازه چیز مهمی هم نیست، خبرهایی که خودم 2 ساعت 3 ساعت قبل منم از شما چیز کردم و گرفتم. چون احتمالاً اگه شما کالیفرنیا باشی، شما 2-3 ساعت بعد از ما از خواب بیدار میشید. بمانه آقای علی رضا رضایی طنز پرداز سیاسی، کسی که ادای آخوندار رو در می آورد، یک لنگی مینداخت دور گردنش، یک عمامه هم درست کرده بود و یه عینکی هم میزد و کارش هم قشنگ بود. وقتی که دوستان برای ما گفتن یه همچین شخصی هست، خب جوونم بود، چند سال پیش که این آمده بود، 1388 تقریبا 10 سال 9 سال پیش اومده بود، اینا جوونتر از الان بود، 30 چند سالش بود. ما اون موقع مثل الان این نبود که بذاری تو فیسبوک پیداش کنی، اینها از طریق همین یوتیوب و این و اون پیداش کردیم، باهاش تماس گرفتیم.
و گفتیم آقا اسکایپ ما اینه، با ما تماس بگیر. این بنده خدام لطف کرد، زنگ زد و تماس گرفت. گفتم که اگه میخوای ویدیوهاتو تهیه میکنی بفرست تا اینجا پخش کنیم، یا بیا از اینجا برنامه پخش کن، یا یه مصاحبه با هم داشته باشیم. اینجا رسمه، شما دیشب برید برنامه استیون کوربر رو نگاه کنید، ببینید چند نفر هنرپیشه دیگه، مجری دیگه آورده، حسودی نمیکنن، به خودشون اطمینان دارن. اینجا شما زنگ بزن به یه تلویزیونی بگو آقا من یه فیلمی تو تلویزیون مردم دیدم، میگه وا وا چی شد چی شد، شما چی گفتی من نفهمیدم چی شد، اصلا هول میکنن. ولی ما دیدیم اینجا میگیم برو هر تلویزیونی میخوای، برو هر جا میخوای برنامه بذار، برنامه اینجا پخش میکنیم، بیا بگو فلان تلویزیون فلان برنامه رو داره، مردم برن ببینن، چون به خودمون اطمینان داره. این آقا خب هم از ایران تازه اومده بود، اینا با فیلتر صدا باس میشه. نه دیگه اذیت نکن من، آقای فرخ من نمیفهم این باس میشه یعنی چی. حالا دیگه صدای من خودش اینجوری هست بمانه. وقتی با این آقای علیرضا رضایی صحبت کردم، گفت خب ویدیوهای من هست، شما بردارید پخش کنید. گفتم ببین دوست عزیز، من که کارگر شما نیستم، این رسمه تو آمریکا، وقتی یه نفر میاد ما با اون مصاحبه میکنیم، یه برنامه برای تلویزیون من درست میشه، اون میاد اینجا، دو نفر جدید میشناسنش. خلاصه بعد بهش گفتم اوکی آقا خیلی ممنون. یه مدت گذشت با من تماس گرفت، گفت آقا اگه میخوای با هم یه مصاحبه داشته باشیم. گفتم نه آقا، من اون روز دعوتت کردم که شما بیای خونه ما، چون یه خوراک خوبی پخته بودیم، ما الان خوراک نداریم، شما اگه میخوای بیای باید یه خوراک بخری بیای، یعنی باید پول بدی. و این به اصطلاح دوباری بود که من با ایشون تماس گرفتم و اینها. در صورت خدا رحمتش کنه، بیامرزتش، روانش شاد، یادش گرامی. و گویا ایشون از 18 سالگی سرطان داشته، عمل میکنه خوب میشه و اینها، بعدم دانشجو و بعدم دانشگاه و فلان اینها، بعدم این 1388 که شلو میشه ایران، این تصمیم میگیره بیاد فرانسه. ولی جالبه کسی که سرطان داشته اونم در جوانی اینقدر سیگار میکشید و سیگاری بود، اینم از عجایب روزگار. در هر صورت فوت شد، رفت، خدا رحمتش کنه. قولتون میدم یه ماه دیگه هیچ کدوم از ما به اصطلاح یادمون نیست که این کی بود، کجا بود. و گفت تا هستم ای رفیق، ندانی که کیستم، روزی سراغ وقت من آیی که نیستم. بعدم وقتی رفت دیگه رفته، بابای خودمون وقتی فوت میکنه دیگه سر خاکش نمیریم، یادمون میره دیگه. حالا چه خواسته دوستانی که به اصطلاح غریبترن و دورترن اینها. و اما یه خبر دیگه ای که امروز پخش شد و ویدیوش هم فرستاده بود، خانم یاسمن اعتمادیان فکر کنم باشه فامیلیش، چون تو ایرانیا من نمیدونم، شما اگه آمریکا ازدواج کرده باشین خانمتون فامیلش عوض میکنه یا خانما فامیل خودشون نگه میدارن. تو ایران فامیل خودشون نگه میداشتن، با وجودی که مثلا میگفت خانم فلانی، ولی اگر کارت شناسایی از میخواستی اسم فامیلش همون قدیم بود. بله خیلی ممنون دکتر بیه جیلانی میگه حیف شد. بله جوان بود، همون چون جوان بود حیف شد، ولی مردن یه چیزی که هممون برای اون اتفاق میفته و به یه سنی که رسیدیم از بین میریم. و خیلی توی غربت مردن هم خودش یک حالت بدی داره که حالا فامیلش ایران، خود این اینجا، کی حالا مسئول جنازه است، جنازه رو میخوان چیکار کنه. یکی از دوستان ما اینجا فوت شد، بعد گفته بوده که من اگه مثلا برم اتفاق، جوونم بود، یعنی تیراندازی کردن کشته شد، من برم ایران، بعد 5000 دلار اون موقع هیچ که پول نداشت بفرستش و اینها، در صورت پیدا شد و فرستادن رفت ایران. البته این توی جوکاش و اینا گفته بود که بدن من، گفته بود روح من که هیچی، بدنمو ببرید توی فرودگاه، اونم از در پشت بندازید اونجا که حیونا و اینا جنورا بیان بخورن. این مثل که توی فیلماش به صورت وصیت اینو گفته بود. اینم آقای بذارید عکسش هم بهتون نشون بدم، فکر کنم اینجا گذاشتم برای کسایی که احتمالاً ایشون رو نمیشناسن یادی از ایشون بشود. آقای علیرضا رضایی اسمش رو تو گوگل بزنید، ویدیوهای بسیار زیادی داره.
این آخری ها مثلا سال 2006 و اینها دیدم به عنوان استند اپ کمدی این ورورم میره برنامه اجرا میکنه. ولی خب میدونید دیگه ایرانی ها وقتی یه استند اپ کمدی میخواد بیاد میرن یه چرچی، یه کلیسایی، یه جایی رو میگیرن خیلی کوچیک و نقلی و فلان اینها، بعد وسایلشون به اون خوبی نیست، سن ندارن، استیج ندارن، همونجا وایساده بود برنامه اجرا میکرد. جالب بود علیرضا رضایی طنز پرداز سیاسی درگذشت، کاراش قشنگ بود و خیلی هم میگفت که من به اعتقادات مردم توهین نمی کنم و راستم میگفت، میگفت که برخلاف اونایی که فکر میکنن من به اسلام توهین میکنم، به اماما توهین میکنم اینها، من اتفاقا دارم به مردم میگم که این آخوندا دارن هم به شما، هم به دین و باور شما و هم به اسلام توهین میکنن. ویدیوهاش رو نگاه کنید. میگن که جسدش رو بعد از چند روز پیدا کردند، خیلی غمگین. آهان، اینم یه مشکل دیگه است. بعضی از دوستان شاید باید یه سیستمی، یه شبکه‌ای بذاریم که واقعا با همدیگه تماس بگیریم، از حال هم با خبر بشیم، حتی اگر کاری نداریم احوال پرسیمون این باشه هنوز زنده ای، زنگ زدم بهت ببینم که حالت چطوره. در هر صورت بله، اینجا خیلی ها میمیرن، اون همسایه ها میان میگن این از توی این خونه مثلا بو میاد، بعد پلیس میاد درو میشکنه، میاد تو میبینه طرف فوت شده، چندین روز مرده و هیچ خبر نداره. اگه ایرانی ها باشن که احتمالا هفته به هفته، آخر هفته هم دیگر میبینن، اگه طرف دوشنبه فوت شده باشه تازه شنبه هفته آینده دوستاش میبینن خبری ازش نشد، اون زنگ میزنه میگه لابد رفته اونجا، اون زنگ بعد میگه آقا بریم سر بزنیم، هر کسی هم که نمیتونه بره درو بشکنه بره تو. ولی بریم از مردن و اینها بیایم یه قدم این ورتر. امروز خبری پخش شد، ویدیوی پخش شد که همسر رضا پهلوی که اسمش هست خانم یاسمن، ایشون گفته که سرطان سینه گرفته. والا یه مدت میگفتن نگید سرطان سینه، بگید سرطان پستان. در از صورت ایشون توی ویدیوش هم میگه که سرطان سینه گرفته و گویا گفته من سعی میکنم این بیماری خودم رو با دیگران در میون بذارم، نتایجش رو بگم. و خودشم میگه، میگه با وجود که من یه شخصی هستم که خیلی خصوصیم، کاری به خیر و شر چیز اینا ندارم، ولی تصمیم گرفتم این کار رو انجام بدم. من به نوبه خودم برداشتم روی اون فیسبوک رضا پهلوی نوشتم که شنیدم که همسر رضا پهلوی بیمار شده و بهش آفرین میگیم که این کار کرده و اینا، و امیدوارم حالش خوب بشه. جالبه آقای مجید افراخته از آلمان برداشته بود، نوشته بود که سوربی، بعضی ها فکر میکنن که آرزوی مرگ دیگران اینها به اصطلاح نشونه انقلابی بودنشونه و خیلی خوبه که تو اینو نوشتی. گفتم آقا من با خود رضا پهلوی هم دشمنی ندارم، من اگه یه جای مهمونی باشه وایسیم با هم صحبت کنیم، ممکن دوتا آبجو هم با هم بخوریم، دشمنی باش ندارم. دوستان این فرق دشمنی با مخالفت رو بیاین بفهمیم، یه روزی تموم کنیم. اگه با یه کسی مخالفیم بفهمیم باهاش دشمن نیستیم. آقا من اگه برم یه برنامه رفت دادم فیلم بگیرم، اون برنامه چهارشنبه سوریه دو سال پیش بود، این آقا آمده بود اونجا، خب مثلا اگه دخترش میخواد از خیابون رد بشه بیفته زمین، خب من برش میدارم ازش پرسم اوکی هستی، همه چی اوکیه، نمیپرسم ازش یا نمیگم که این بچه رضا پهلوی افتاد یکی بیاد برش داره. بابا آدم هستیم، انسان هستیم، ولی با هم مخالف. مثل ترامپ نباشید، مثل جورج بوش احمق نباشید، مثل حکام دیکتاتور نباشید که یا با منی یا بر منی. نه آقا من با تو نیستم پفیوز، بر تو هم نیستم چون فعلا زورم نمیرسه، یک دو من اصلا من اهل جر و دعوا و جنگ و خشونت نیستم، با نظرات تو مخالف. سفید و سیاه نبینیم، یه رنگای دیگه هم بین سفید و سیاه هست. برگردیم ماجرای خانم یاسمن پهلوی. توی ویدیوشون میگن که من مراحلی رو که طی میکنم با شما در میون میذارم و
و امیدوارم دیگران زودتر آزمایش برن، به اصطلاح زودتر دوا و درمان و جراحی و اینا انجام بدن. خیلی جالبه، من دیشب یه فیلمی دیدم که این مال نایتلی نیوز بود اینها، و یه دفعه گفت که یه دختر 1 ساله سرطان گرفته، یه غده خیلی بزرگ اینجاش در اومده و با وجودی که عمل کردن بازم برگشته، حالا یک داروی اومده و این دارو تا میخورن در همون روزای اول دوم هم اثر میذاره و این سرطان از بین میره. من فوری اسمشو نوشتم، عکسش هم الان به شما نشون میدم. ببینید اینجا این داروه. حالا شما ببینید، دیشب این فیلم رو من دیدم، امروز این ماجرای ویدیوی خانم یاسمن پهلوی رو دیدم، و حالا این دوتا به اصطلاح دلیلی هست که ما باز بیشتر در این مورد صحبت کنیم. اینم عکس این دارو رو من اینجا میذارم، بعدم اگر خواستید مشکلی بود بگید، من براتون به اصطلاح چیشو میفرستم. سکرین کپچه، یک لحظه اجازه بدید، این سکرین کپچه، این سلیکت ایریا، بذارید یکم بزرگترش کنم تا شما بتونید ببینید. گویا واحدهای مختلف داره، 20 میلی گرم داره، 100 میلی گرم داره اینا، و میگه که بعضی وقتا شما باید به دکترا بگین تا بهتون بدن. حتی خود دکترا هنوز بعضی هاشون خبر ندارن، و اونایی که تو آمریکا هستن این دارو جدیدن FDA، همین سازمانی که اینجا چیز میکنه، این رو هم اپروف کرده، مورد قبولش قرار گرفته. بنویسید اسم اینو، ویت راکوی، و عکسشو بگیرید با دوربیناتون با تلفناتون اینها. میگن عکس خوب دیده نمیشه. حالا چی؟ حالا بهتر شد؟ یا من اصلا صفحهشو بهتون نشون بدم؟ بذارید اینجوری اسمشو الان یه بار دیگه بزرگتر میکنم، این 100 میلی گرمیشم بهتون نشون میدم. اینه، الان بهتر شد. بعد این اسمای پزشکی اینا میدونید که یکی اسم تجاریش هست که اون رجیسترم هست، بالاش آر نوشته، یکی اسم لاتینشه، اون دارو هست، لاروترکتینیب کپسول، در اصل اینه. اگه عکسش بگیرین یا من براتون میفرستم، اکثر اصلا میذارم اینجا یا لینکشو میذارم اینجا. یه ویدیویی هم در این مورد هست، بذارید ویدیو رو هم بهتون نشون بدم اگه بتونم پیداش کنم. کنسر، بله آمد اینجا، اینو با هم ببینم و برگردیم. امیدمون این باشه که یک نفر از دیدن این فیلم، از دیدن این عکس، بتونه به یه نفر دیگه کمک کنه. و همه برنامه ما اول تا آخرش همینه، این فیلم رو با هم میبینیم. بذارید صداش هم باز کنم، والیوم، بله 100، اینجا پلیر 3، بفرما. Until now, most cancer drugs have treated tumors based on where they're located in the body. This new drug does it based on genetics. We've shown that it works in any cancer, provided it has a specific mutation in a gene called TRK. That includes 17 different malignancies, mostly rare cancers, but also a small portion of salivary gland tumors, lung and breast cancers. Dr. David Hyman of Memorial Sloan Kettering Cancer Center led the research. When you can figure out at the genetic level what makes a cancer tick, what's driving its growth, and if you have a drug that effectively intervenes on that, then you can see dramatic and almost immediate responses. Patients with otherwise incurable cancers saw their tumors disappear, often within days. The drug called larotrectinib is a pill taken twice a day. Doctors say it's a potential treatment for patients who have exhausted other options. They must be tested to see whether their tumors carry the mutation. I would encourage them to talk to their doctors and see whether this form of testing may be right for them. Paving the way for the development of other cancer drugs based on genetics. Erica Edwards, NBC News. بله، میگه با کپسول و قرص به نظر من خیلی بهتر از اون ماجراهای سوزن و کیموتراپی و شیمی درمانی چی بهش میگن تو ایران.
خانم جیلانی سوال میکنه قیمتش چنده؟ والا نمیدونم، تو آمریکا قیمت دارو خیلی مسخره است، یعنی یه چیز مثلا 100 دلاری رو یه دفعه بهت میدن 5000 دلار. نمیدونم، روی اینترنت احتمالا میتونید نگاه کنید یا قیمتش رو بپرسید، ولی میگه این برای اوناییه که چیزهای دیگر هم آزمایش کردن و میگه خیلی هم سریع کار میکنه و روزی دو تا قرص رو میخورن در سال. امیدوارم که اگر کسانی هستن که این مشکل رو دارن، از این اطلاعی که ما دادیم اونا هم استفاده کنن. دوستان عزیز، امروز چهارشنبه است، 28 نوامبر هست و برابر با 7 آذر ماه. درباره آقای علیرضا رضایی گفتم، روان شاد درباره خانم یاسمن پهلوی گفتم. امیدوارم ایشون به زودی سلامتی خودش رو به دست بیاره. و اما دلار آمد پایین، ارزون شد. عجب ملتی هستیم، دلار 4000 تومانه میگیم گرونه، دلار 12000 تومان میشه میگیم ارزون شده. یعنی ما نه فقط روشن فکرامون گیجن. گفتم اون آقای فرزاد عزیزی نوشته بود ارزان شدن دلار نشانه فروپاشی حکومته. گفتم آقا شما هفته پیشم نوشتی گران شدن دلار نشانه فروپاشیه، تکلیف تو معلوم کن. در صورت روزگار غریبی است، ملت عجیبی هستیم. دلار 3000 تومانه گرونه، 12000 تومان که میشه میگیم ارزونه. خب میگن که آقا مجید، آقا مجید جان خیلی ممنون از اون عکسی که درست کردی. این عکس رو هم من اینجا نشون بدم ببینید چجوری دیده میشه و لوگوی جدیدمون از پس فردا اینو میذاریم که آقا مجید زحمتش کشیده، ممنون و متشکرم. ما آقا هیچ وقت سراغ فتوشاپ و اینا نرفتیم، همینجوری اسیر موندیم با این پینت. پینت هم خیلی محدود کاراش، ولی خب دیگه اب نداره. سربی با مردم دوستان، دوشنبه، چهارشنبه، جمعه بعد ساعت 14 به وقت شرق آمریکا. به نظر من اون صفر و ممیز و اعشار و ایناش باید برداری، چون وقتی فارسی مینویسی ساعت رو اینجوری دیگه نمیگن دوتا نقطه رو هم کارن، میگن اینا اینجوری نمینویسن، باید ممیزی مینویسن. یادتونه مینویس 14 و نیم یا مینویس 14 و 30 دقیقه. در هر صورت همین 14 قشنگتر میشد، جاتم بهتر بود. اون دوتا نقطه از اینوری و دوتا نقطه از اونوری رو وردار. بعدم نه خیلی شفاف و خوب، رنگش هم خیلی خوب و مشخص. ممنونم هم شما، حاوی همه اطلاعات هست. ایمیل ما، شماره تلفنمون، فیسبوک مردم تیوی، فیسبوک شخصی خودم. ضمناً این پایین هم نوشتید شما هم میتوانید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید. For some reason تلویزیون رو با فارسی می نویسن تلویزیون. حالا کدومش درسته کدومش غلطه؟ میریم سراغ اون استاد دانشگاه که شاگرده ازش پرسید که آقا گمان درسته یا گمان؟ گفت به گمانم، هم گمان درسته هم گمان، این ستش درسته. اینم از خب. و اما دلار 11900 تومان شده. درباره فیسبوک و نوشته ها، میدونید اون روز این دوستان داشتن برنامه اجرا میکردن، آقای سعید کاووسی آمد و حمله بی خودی. آقا شما این طرف رو نمیشناسی، بابا مال خوزستانه، بلند شده رفته عراق، 15 سال عمرش رو اونجا تلف کرده، بعد حالا اومده چیز کنه، شما از اینجا مریلند به اون توهین میکنی. آخه یعنی چی؟ واقعا اگه یه جایی بود نشسته بود بهش توهین میکردی؟ بعدم گفتم ما اینا رو چیز کردیم، به اصطلاح ادمین گذاشتیم، ادمین ورش داشته، تایم آوت. تایم آوت یعنی کسی که میاد یه جایی داد میزنه، بچه ها دیدی بهش میگن برو تو اتاقت، 2 ساعت کامپیوترشو میگیرن، تلفنشو میگیرن. این تایم آوت یعنی برو اونجا یه کمی فکر کن ببین این فکر کار درست بوده یا نه. در صورت 2-3 روز دیگه میاریم داخل اگر خواستی، اگرم نخواستی که شما رو به خیر و ما رو به سلامه. مجید میگه که من شنیدم مکزیک داروش خیلی وقت کشف شده و یک ویتامین به نام K17 که دلیل ابتلا به سرطان کمبود همین ویتامین ساده است و بعضی از آمریکا برای درمان به مکزیک میرفتن، اما مافیا و قولهای داروسازی با قول باید با قین بنویسی، قولهای داروسازی با انتشار این دارو مخالفن. این محمد علی کلی اگر نرفته بود مکزیک میگفتن سالها پیش فلج میشد میمرد. حالا درسته اینجوری شده بود و اینا، ولی میگفتن بدتر میشه. اون آقای ماجیک جکسون که ایج داشت میگفتن اگر نرفته بود کشورهای دیگه چی میشد. آمریکا این FDA و این سیاست داروسازا و
شرکت های داروسازی اینا مردم رو فلج کرده و این هست که خیلی ها الان میرن مکزیک، خیلی ها بازنشستگیشون رو میرن اونجا به دلیل هم ارزونی هم این مواد به اصطلاح برای دارو و درمان اینها. ممنونم، شما کاملا درست میگی. ولی برگردیم به فیسبوک و یک نگاهی بندازیم و یک کمی هم با خودمون فکر کنیم. ببینید این فیسبوک من آمدم یه برنامه مال خودم رو گذاشتم. حالا شما نگاه کنید، بهتون نشون بدم، ببینید کار ما چقدر خرابه. اون آقای اکبری گفت در یک جمله کارمون، در یک کلمه، ولی در یک جمله کارمون خیلی خرابه. نگاه کنید برنامه خود من رو صفحه خود من، اینجا هم خود من نوشته 22 ساعت قبل سوربی زنده بود، اینقدر اومدن نگاه کردن، اینقدر فلان، اینا آمار ارقام بمانه. یه خانمی آمده به نام نازنین تهامی، نوشته ببخشید این گروه سیاسی نیست، لطفاً پاکش کنید، این پست چی ربطی به هنرمندان هالیوود داره؟ آقای طایفه میشه این پست رو پاکش کنید؟ من رفتم میگم خانم آقای طایفه کیه؟ پست هالیوود چیه؟ الان شما بسیار شفاف و رسا در نایروبی، به به، از آفریقا هم ما بیننده داریم. آقا یه دوتا حیوان وحشی از اونجا بفرست بیاد اینجا که ما را از اینم که هستیم وحشی تر کنه تو آمریکا. بله، خیلی ممنون دوستان عزیز. این آقای غلام حسین مصباح هم یکی از افراد ایرانی هست که خیلی کانترورشال بود سال 2001-2002 2003 هم بودی یا نبودی یا رفتی ایران دیگه اون موقع. در هر صورت اگر فرصتی بشه، چند سال پیش هم اومد اینجا با هم دو تا برنامه یا یه برنامه داشتیم، حالا اگر فرصتی شد گاهی وقتی اون حیوانا رو به حال خودشون ول کنه بیاد سراغ این حیوانا که منم یکی از اونا هست. در هر صورت بعد به این خانمه میگم خانم این چیه؟ این صفحه خود منه، برنامه خود منه، شما چی میگی؟ بعد میگی که آهان ببخشید من اشتباهی نوشتم. میگم خب پاکش کنید. براش نوشتم پاکش کن. میگم خب پاکش کنید. بعدم یک کمی دقت کنید. حالا شما اینو داشته باشید، بریم سراغ کارهای دیگه. اینجا بچه های واشنگتن اینا یه فیسبوکی درست کردن، نوشته بچه های محله ویرجینیا، واشنگتن، مریلند. به اینجا دی ام وی هم میگن. دی یعنی دیستریکت آف کلمبیا، ام یعنی مریلند، وی یعنی ویرجینیا، که گاهن با دی ام وی این اداره راهنمایی اینا هم اشتباه میشه، ولی دیگه الان اخبار هوا رو میخواد بگه، جاده رو میگه، میگه دی ام وی. دیگه ما یاد گرفتیم که این دی ام وی همین واشنگتن متروپولیتن ایریا هست که شامل این دوتا استیت یا دوتا فرمانداری یا دوتا ایالت دوتا ایالت میشه و این دیستریکت آف کلمبیا که خودشون هم نمیدونن چی. خب این گذاشته یکی میخواد فرش بفروشه، یکی میخواد خونه اجاره بده، اینا مینویسه. خود من یه بنز میخواستم بفروشم، بنز قرازه‌ای بود، گذاشتیم. اصلا دوستیمون با آقای بیژن جعفری اینجوری شروع شد، ایشون آمد و خرید و رفت و اینها. خیلی هم به اصطلاح خوب کار میکنه بین ایرانی ها. یکی فرش داره، یکی مبل داره، یکی کامپیوتر داره. دیدم آقای چیز اگه اشتباه نکنم آقای قشقایی چند تا کامپیوتر گذاشته بود اینها. حالا ببینید بعضیا چیکار میکنن. مثلا یکی آمده میگه که شما نگاه کنید دوستان، آدم هم خندش میگیره هم دلش میسوزه. این آقا آقای بارون بروکهایم، احتمالا کلیمی هستن، حالا هرچی میخواد باشه برای ما مهم نیست. نوشتن با کمال تأسف مادر ارجمند ما، مادر ارجمندم امروز با افتادن خود را بسیار مجروح کرد، خواهشمندم برای مادر دعا کنید، بسیار ممنون، سپاسگزار هموطنان ارجمند. آقا کسی که خودش رو مجروح نمی کنه، مجروح میشن. آخه این خبر چیه اینجوری می‌نویسین؟ بدید به یه نفر که دوستتونه، نزدیکتونه، اون خبر خونه. بعد حالا دیگه فیسبوک شده جای محل دعا کردن. این کلیساها، این کنساها، این مساجد براتون کم بود؟ این خدا و پیر و پیغمبر و دعا و مهر و تسبیرم آوردین توی فیسبوک، ولمون کنید.
آقای بارون بروکهایم، امیدوارم مادر شما شفا پیدا کنه. ولی به دعای گربه سیاه بارون نمیاد. بلند شو مادرتو بر دکتر بذار اونجا بهش برسه. حالا اینو داشته باشید، از این جالبترم میرسیم. کاش که اسمشون نشون ندم، نمیخوایم برای دوستان دردسری بشه. این خانم نوشته که نگاه کنید دوستان، اصلا شما بگردید واقعا دیوونه خونه ای شده این فیسبوک. نوشته سلام به همگی، من میخواستم ببینم مامانم با دعوتنامه بیاد برنگرده میتونه اینجا درخواست پناهندگی بده؟ برای منی که دعوتنامه فرستادم چه عواقبی داره؟ ممنون میشم راهنمایی بفرمایید. آقای مکس قلمی همشهری مام هست، نوشته دوستان لطفاً به نظر من باید در مورد این مسائل با وکیل مشاوره کنید، بهتره. آقا این جمله شما خیلی خرابه. بگو دوست عزیز، شما با وکیل مشاوره کنی بهتره. یعنی آقا اینجا یا خانم اینجا خودتو دست اداره امیگریشن و پلیس و این چیزا نده. شما همین کاغذ رو بعدن استفاده میکنن، همین نوشته رو مادرتو رد میکنن، میگن ببین این با برنامه، با ویزا، با دعوتنامه، با بلیط، با پاسپورت اومده اینجا، تازه اینم نگرانه برای من چه عواقبی پیش میاد. بعد یکی دیگه نوشته، آقای علی نوری براش نوشته تنها یک راه داره، خواستی بیا مسنجر تا بهت یاد بدن. آقای علی نوری شما باید بری تو مسنجر اون براش بنویسی این اون، دیگه اینجا ننویسی، یقه شما رو هم فردا میان میگیرن. منم هم که از همتون احمق‌تر دارم اینا رو نشون میدم که یقه هممونو بگیرم. وقت تازه همش هم میگیم هنر نزد ایرانیان است و بس. خب دوستان، شما اهل ماشین فراری، اون یکی دیگه چیه؟ باگوتیه چیه؟ یوتیوب لایو آل گود، فرزاد شبستری، خیلی ممنون. آقای شبستری به دوستان گفتیم که از این به بعد هر وقت اشکالی هست به ما بگید، چون اون روز یکی آمده بود گفته بود کار میکنه، من با عینکم از اینجا خوندم کار نمیکنه، رفتم ریختمش به هم. ولی ممنونم، من اتفاقا همیشه تو برنامه میگم درسته، اگه درست نبود آقای شبستری به من میگو. خیلی ممنون، متشکرم. دیدید میگن با دوستای خوب بشین تا وضعت خوب بشه، اصلا ضرب المثل داریم که یا اون شعری که سعدی گفته بود که این گل چرا انقدر خوشبوه، گفته بود که من همان گل هستم که بودم، نمیدونم چند روز با چی نشستم خوشبو شدم. بعد مزراتی، بله مزراتی مثل که مال ایتالیان، لامبورگینی، اسم این کلمه ماشین لامبورگینی، آقای فرهاد پارسی به من میگفت تو بیا سوئیس من ماشین لامبورگینی بوگاتی فلان میدم برو این برابر دور بزن. گفتم آقا ولمون کن، ماشین میخوام چیکار. در اصل اطرافیان خیلی مؤثرن. اگه میگید نه، حالا خودتون بیاین نگاه کنید، فکر کنید شما اگر حتی ماشین لامبورگینی باشید یا لامبورگینی داشته باشید ولی اطرافیانتون بره باشن اینجا نمیتونی بری. میگه اون اطرافیان شما هستن که سرعت شما رو تعیین میکنن، نه اون ماشین گرونت، نه اون رانندگی خوبت. و میگن وقتی که اطرافیانت بره باشن شما با مجبوری که متوقف بشی و هیچ جا نری. خب حالا بیایم ببرمتون صفحه آقا رضا پهلوی و من به شما نشون بدم که یکی از دلایلی که من با این آقا مخالفم این نفهمی این شخصه، نادانیش هست، دروغگوییش هست. نگاه کنید این آقا رضا پهلوی، اولا 10 نفر به اسم رضا پهلوی اسم زدن که دیگه این مجبور شده رفته یه جایی رو درست کرده به نام صفحه خودش آفیشال رضا پهلوی. اوکی، پیداش میکنیم میایم اینجا به شما نشون میدیم. نگاه کنید دوستان، دیدید شنیدید که یک آقایی مال کجا بود، عربستان سعودی بود، مال مصر بود، مال کجا بود، یه پسری که اینجا کارهای چیز میکرد با یک لپتاپ، هم نه
با یه تبلت. تبلت به فارسی میشه لوحه. این لوحه هایی که بچه ها می بردن اون وقتا خشت بوده، چی بوده روش می نوشتن. حالا این تبلت شما یه آهنی می گیرید دست می بریم برمان. این صفحه آقا رضا منگوله. اوکی. بیان نگاه کنید. ببینید چی نوشته. این همون ویدیوی خانمشو که من دیدم، بعد دیدم اینجا. براتون بزرگش میکنم که فکر نکنید خدای نکرده ما با سوء نیت داریم میخونیم. ما واقعا این چیزی رو که این شخص نادان نوشته ما برای شما میخونیم، شما قضاوت کنید. نوشته همسرم یاسمین از دیروز فعالیت خود را در اینستاگرام آغاز کرد. در غیاب رسانه‌های آزاد، اینستاگرام از محبوب‌ترین شبکه‌های اجتماعی میان ایرانیان است. امیدوارم گشایش این صفحه پیش درآمدی در بر ارتباط نزدیکتر یاسمین با هممیهنان به ویژه زنان ایران باشد. خب حالا شما اینو داشته باش. اولا وقتی اینو می‌نویسه یعنی این اینجا به همسرش اجازه نمیداده چی بنویسه، که همسرش مجبور شده اینستاگرام خودش رو باز کنه و اونجا چیز کنه. بعد میگه حالا که رسانه‌های آزاد نیست، یعنی رسانه‌های آزاد شما انتظار داشتی آخوند تو ایران به تو رسانه بده؟ تویی که بابات به خود مردم ایران آزادی نمیداد. اگر رسانه‌های آزاد اینجا نیست، چرا نمیای به مردم بگی دو روز میری تو برنامه شهرام همایون، دو روز میری تو برنامه اون آقای کاردان، دو روز میری تو برنامه فروزنده پول جمع میکنی؟ آخه نادان، تو با این اسم و رسمی که داری با یک صفحه ماهی 10 دلاری وبسایت میتونی هم برای مادرت، هم برای دخترت، هم برای همسرت، هم برای خود عقب افتادت تلویزیون اینترنتی داشته باشی. آخه این چیه نوشتی در غیاب رسانه های آزاد؟ اینه که این به شما میگم منم یه روزی مثل شما کمدان بودم، نادان بودم، فکر میکردم این پخی هست. بعدن آمدم دیدم ای واقعا پخی هست. مردک بیا بنویس همسر عزیز من از دیروز تصمیم گرفته اینستاگرام خودش رو داشته باشه، بهش تبریک میگم. برو گمش. بله، حالا اینستاگرام رسمی یاسمین پهلوی دوباره همون فعالیت خود را آغاز کرد در رسانه‌های آزاد چنین و چنان. ایشون میخواد رسانه‌های آزاد مثلا آخوندها شب شب بهش زنگ بزنن بگن آقا رضا امروز کازینو چند ضرر کردی، چند باختی. حالا امیدواریم این همسرش میره جراحی میکنه میاد آدم بشه، این بیاد بگه آقا من تصمیم گرفتم همینجا بمونم، من نه ایران برو هستم، دروغتون گفتم اون وقت. حالا به همین خانم بهار مرادی میگه آگهی داده که در اینستا فالوور جذب کنه. هیچ مشکلی نیست، هیچ مشکلی نیست، چه لزومی داره اینو بنویسه؟ و الا بیاد بنویسه، هم که بنویسه بعد اصلا دعوت کنه از طرفداران خودش، 700 تا 580 هزار نفر اینجا هستن، برای اینا دعوت کنه بفرستن بره. من دارم اینو میگم. البته دوستان الان این برابر نوشتن این حالا لابد فردا را میفته تو تلویزیون ها به پول گدایی کردن، حالا دیگه این دفعه برای سرطان خانمش. اینقدر اینا گدا صفتن، اینقدر اینا پس فطرتن. ولی با همه اینا من باش دشمنی ندارم، این داره زندگی خودشو میکنه، اتفاقا اون ور آبه، ما این ور آبه هستیم، هرچی هم فوش به هم بدیم میشه مثل دعوای کاشی ها، از این ور پشت بوم به اون ور پشت بوم. و اما درباره فیسبوک و نوشته ها دوستان یه مقداری رعایت کنید. من اون روز تو برنامه یه چیزی گفتم، یکی از دوستان گفت آقا این که شما میگید ترامپ برای رسیدن به هدفش ممکنه آدمم کشته باشه، یه وقت براتون دردسر درست نمیشه؟ گفتم نه آقا اصلا نگران نباش، ما روزی دو بار تلفن از این ور از پلیس، از FBI، از CIA داریم، دیگه خود اونا میدونن. یعنی دیگه برای ما یه پرونده درست شده که آقا اگه یه کسی زنگ زد درباره این، اینا مزخرفه، اینا کسایی هم که حالا ما اینجا هستیم، من هر روز تو واشنگتنم، جاهایی میرم که اونایی که میخوان برن باید پین داشته باشن. شما پین میدونید چیه؟ این کارت دعوت و فلان اینا، نه، پین داشته باشین. بابا من آدمی هم که آقای جو بایدن برام آبجو ریخته،
اتفاقا تو خونه اون آقای نمازی منو دید که براش داشتن پول جمع میکردن، بعد بعدش توی برنامه شامی بود اینجا منو دید، من وایساده بودم منتظر بارتندر، بارتندر نبود، این آمد به شوخی خندید گفت من هر جا میرم تا اونجا هستی منو تعقیب میکنی؟ گفتم نه من کار میکنم، هر کی به زنگ بزنه من میرم براش کار میکنم. گفت آره خیلی هم سخت کار میکنی، اونجا دیدمت، حالا بذار من برات چیز کنم، چی میخوری مشروب؟ آقای جو بعدین رب پشت این بار، بعد بهش گفتم که نه خیلی ممنون شدن دودن، گفت نه نه نه، بهش گفتم خب یه آبجو داد به من، خودشم وایساد اونجا مشروب. حالا طرف زنگ میزنه وقت اف بی آی رو میگیره، بعد تازه اونا میرن یقه خودشون میگیرن که آقا تو اینو که گفتی بهتون گفتم، یه دفعه یک اسپانیشی ما مشکل پیدا کردیم، بعد اومد اینجا دو تا مامور اف بی آی کارتاشون اینجاست، اسمشون اینجا، وقتی اومد اینجا این عکس‌ها رو دید، عکس‌ها رو بهتون نشون بدم، احتمالاً از کسی جدید با ما آشنا شده، قبل از اینکه زنگ بزنی به اف بی آی و آبرو خودت ببری بذار ما اینا رو بهت نشون بدیم. وقتی آمد اینجا این عکس‌ها رو به در و دیوار دید، گفت که مستر سوربی شما چجوری رفتی اینجا؟ گفتم من از سال این دوستمون آقای شیر محمدی کار میکرده، ما رو استخدام کرده برایش کار میکرد. بفهم یکی یکی. این با خانم هلری رفتیم کالیفرنیا. دوستانی که کالیفرنیا هستن حتما این شاپینگ سنتر رو بلدن، یه جایی این رستوران معروفی هم هست، اسمش الان یادم رفت، یکم جوانتر بودیم، این آقای باب دور یا این مرد، هر کی ما عکس میگیریم یک مریضه یکی مرده، این یکی از ژورنالیست های معروف این منطقه بود. اون کراس فایر رو بزنید، نوواک، رابرت نوواک، اینم که حتما میشناسید. این ماجرای مخالف، ببینید مثلا من با جورج بوش مخالفم، ولی جورج بوش اینجا معروفه، میگن یکی از اون آدمایی که he's a good guy to have a drink with، یعنی میگن آدمی که شما بشینی باهاش مشروب بخوری، جوک میگه، همون موقع داشت جوک میگفت درباره آقای عباس شیر محمدی که ما دوتا اینجوری داشتیم میخندیدیم. اینم خانم الیزابت دو که میخواست، اینم این اصلا مسئولش چیز بود اینجا، صلیب سرخ و اینها بود. خب این یکی کیه بگید دیگه؟ همین که مجاهدا اینقدر پول بهش میدن از کونش میخورن میره اونجا، اینجا آبروش رفته بود این آقای نوت گینگریچ سپیکر آف ده هاوس. دوباره این آقا هم که جسی جکسون همه میشناسن، این شهردار اون منطقه بود که من تو فلوریدا تو کالیفرنیا بودم، این رئیس پلیس اینجا بود، رمزی، این هم این هنرپیشه رو میشناسید دیگه، جونیور، بگید دیگه، کیوبا جونیور، این رئیس همه یهودی ها و صهیونیست ها، این آقای جان کری وزیر امور خارجه آمریکا، دوباره این همون، این هم اون خانمی بود که باعث شد آقای جورج بوش رئیس جمهور بشه، این گاورنر فلوریدا بود، وقتی فلوریدا مجبور شدن دوباره بشمرن اینا دستکاری کردن، انگولک کردن که جورج بوش رئیس جمهور شد، و الا جورج بوش نباید میشد، الگور باید رئیس جمهور میشد. اینم آقای مختار یه دفعه لطف کرد مصاحبه با ما انجام داد که سوربی رفته دیدنی به اصطلاح اونجا با جورج بوش عکس گرفته، بعدم نوشته بود من ازش پرسیدم آیا به جورج بوش هم گفتی کارمون خیلی خرابه، و خیلی جالبه هر کی اومده بود تو اون اتاق $18,000 داده بود که یک شام بخوره، ما $1,200 هم پول گرفتیم. حالا هی زنگ بزنید بگید آقا امروز گفت که به ترامپ گفت ترامپ جاکش، به ترامپ گفت ترامپ شالاتان، آقا هست شبا بشنید یکم برنامه انگلیسی و آمریکایی اینا نگاه کنید ببینید چی بهش میگن. این کسیه که میگه اگه همین الان هم ولش کنی میره با دختر خودش، کسی که برای پول حاضر این زنش و دخترش همه رو بده، یه حرف راست بالاخره زن، گفت که دلیل بودن آمریکا توی خاورمیانه نفت نیست، ما دیگه به نفت احتیاج نداریم، اسرائیل هست. تنها حرف درستی رو که این ترامپ زده اینه. اینم از این ماجرا. خب برگردیم ببینیم براتون چی گذاشتیم نشون بدیم.
و با هم بخونیم و آگاه شویم، بخوانیم و بدانیم و آگاه شویم. اینجاست شماره 1. لودینگ بادی پارت این شیرازی. اینو دیدم آقای مجید خان خوشنودی هم گذاشته، حالا برای دوستانی که شیرازی نیستن اینو من نشون بدم. شیراز خوشگلمون رو عشقه. میگه که شیرازی ها چه خبر مبر. بله، میگه معرفی اعضای بدن با لهجه چی؟ شیرازی. شیرازی ها به چی میگن چی چی؟ سر و کله، چیش و چار، چک و چیل، سک و سینه، پر و پاچه، پک و پهلو، کت و کول، پک و پوز یا پک و پوز. میگم همچی میرم میزنم تو پوزش که دیگه نتونه آب بخوره، یعنی کج میشه، هر وقت آب میخوره از دهنش میریزه. خب بریم سراغ شماره 2. آها، این مال همون کانسر. این باز سایت نشون بهتون میدم، تو NBC اگر چی کنید پیدا میشه، تو گوگل اگر جستجو کنید پیدا میشه. اینه، حالا اگر عکس خوب پیدا نمیشه مهم نیست. میبینید این NBC که علامت یک طاووسه، اینم نیوز نوشته FDA approves a new cancer drug targeted to genetic mutation not cancer type. اینم نمیدونم این اصطلاحات پزشکی و اینا رو، ولی اونجوری که میگفت، میگفت این دختر 1 ساله با وجودی که قده رو برداشتن باز دوباره برگشته، این دارویی که آزمایشی هم بوده اون موقع ولی پدر مادرش قبول کردن، گفته و دادنش خورده و خوب شده. و اما بیاین با هم این ویدیوی خانم یاسمن پهلوی رو هم ببینیم. و میگه که یاسمن پهلوی همسر شاهزاده رضا پهلوی در یک پیام ویدیویی بر روی فیسبوک و اینستاگرام خود از ابتلا به بیماری سرطان سینه خود خبر داد. او در این پیام گفت میخواهد از بیماری خود برای آگاهی زنان و دختران ایرانی استفاده کند و با اینکه زنان معمولا درباره بدن و بیماری خود صحبت نمی کنند، قصد وی اطلاع رسانی و جلب توجه همگانی به اهمیت سرطان سینه در بین زنان و دختران است. یاسمین اعتماد امینی متولد 4 مرداد 1347 در تهران است. 47 تا 97 50 سال 6 در تهران است. او 22 خرداد 1365 با شازده ازدواج کرد. خانم پهلوی دکترای حقوق. من فکر کنم اصلا عکس فارغ التحصیلیشو من با همین آقای عباس و اینها گرفتیم، عکسای پانورامیکی که با دوربین بیشتر از 100 سال میگیرن. حالا این ویدیوش هم من بهتون نشون میدم. یه بار دیگه این کاری رو که ایشون انجام داده ما واقعا هم به فال نیک میگیریم، هم امیدواریم اینجوری که این میخواد کمک کنه به دیگران به این وسیله به اصطلاح به خودش هم کمک بشه و به زودی این بیماری با جراحی، با دارو، با قدرت خودش از بین بره. چون میگن بیمارا باید قوی باشن تا بتونن به اصطلاح اون بیماری رو از خودشون دور کنن. با هم میشنویم، بهشون آفرین میگیم برای این کاری که انجام دادن و امیدواریم که به زودی شفا پیدا کنن. بسیاری از شما در روزهای اخیر از وضع سلامتی من پرسیده اید. متاسفم که بگویم پزشکان متخصص تشخیص بیماری سرطان سینه را دادند. گرچه آدم خصوصی هستم، اما قصد دارم از صفحه اینستاگرامم استفاده کنم و مبارزه‌ام با سرطان را برای هممیهنانم، خصوصا زنان و دختران در اینجا مطرح کنم. امید دارم که بیماری من فرصتی باشد که همه ما بیشتر درباره سلامتی زنان و
و بیماری سرطان سینه بدانیم. میدانم ما زنان از صحبت کردن درباره بدن خود ابا داشته ایم. ولی باور دارم همه باید به این بیماری و انواع بیماری هایی که سلامتی صدها هزار زن ایرانی را تهدید می کند توجه بیشتری نشان بدهیم. فردا صبح زیر عمل خواهم رفت و شما را در جریان حالم خواهم گذاشت. خب اگه شما اهل دعا هستید دعا کنید حالشون خوب بشه. اگه مثل من میگید امیدوارم، امیدوار باشید که حالشون خوب باشه. این بنده خدا هم جوونه، هم 3 تا دختر داره و این مریضی سرطان هم آدم فقیر و پولدار و نمیدونم این چیزا شاه اللهی و حزب اللهی اینا نمیشناسه. و میدونید که الان 2-3 روزه دارن میگن که این چینی ها به اصطلاح نطفه یا جنین رو میتونن یه جوری تنظیم کنن که بگن این ایج نگیره، این قدش بلند بشه، این چشش آبی بشه، این موهاش بلند بشه، اینجوری اونجوری. و الان باز بحثه که این کار درسته یا نه. البته تا حالا 2 تا دختر دوقلو مثل که داره چی میشه و دیروزم گفت یک پسرم دارن به اصطلاح روش بله خانم زری تناز تنازی میگه قیافش چه تغییری کرده. بله این خبر سرطان رو اگه به اشتباه به یه آدمی که سرطان نداره شما بگی سرطان داره، تو همون هفته اول وز کم میکنه، میتکه صورتش. و حالا دیگه اگه کسی داشته باشه و کسی که امروز میگه دارم میرم جراحی، لابد چند مدت این چند تا آزمایش و اینها شده. در صورت امیدوار باشیم که حالش خوب بشه و بیاد از همین اینستاگرام که رسانه آزادیه که آقای رضا پهلوی بهش داده، مردک نادان، بیاد به خبر سلامتیشو به دیگران بگه. میدونید که چند سال پیش ماجرایی بود که ایشون جدا شده بود، ماجرایی بود که حتی رفته با پسر سیروس آموزگارم دارم کی زندگی میکنه، بعد گفتن فرای پهلوی رفته واسطه شده آوردتش. چون این رضا پهلوی به غیر از اینکه رقصش خرکی و تیسکلنگه، گویا یه چند تا تیسکلنگ هم توی زندگی زناشویش انداخته بوده و روزگار غریبی است نازنین. دوستان عزیز ساعت 2:53 دقیقه است، بذارید 7 دقیقه دیگه من چند تا خبر دیگر هم براتون نشون بدم و بگم و بخونم، بعد بریم سراغ اون ماجرا. یادتونه چند سال پیش یه ایرانی توی فرودگاهی مونده بود برای سالها، حتی یه فیلم سینمایی تو آمریکا درست کردن، یه هنرمند خیلی معروف اگه اشتباه نکنم تام هنکس نقشش رو بازی کرده بود اینها. حالا گفت که نوشته پایان خوش برای پناهجویی که 7 ماه در فرودگاه کوالالامپور زندگی کرد. حسن ویدیوهایی از بافتن شال گردن، کوتاه کردن موهایش، منظره لحظه طلوع آفتاب از پشت شیشه های فرودگاه و اتفاقات دیگری در مورد این آقای سوریه‌ای است و بالاخره اجازه بهش دادم. میدونید که شما تو منطقه فرودگاه که هستید، فرودگاه ها مثل سفارت ها، سفارت ها میگن خاک اون کشوره، ولی فرودگاه ها اون قسمت ترانزیت مال هیچ کس نیست. اینه که بعضیا وقتی میمدن پاسپورتشون پاره میکردن اونجا وای میسادن، بعد میگفت تو کی هستی، میگم من هیچ کی نیستم، نه ایرانی ام نه چی ام، من میخوام برم آلمان. اون وقت باید یکی میمد داخل. از این ماجراهای چیز هست به اصطلاح روابط بین المللی. در صورت این آقا جوان میگن بعد از 7 ماه تونسته از فرودگاه بره بیرون. جان بولتون یکی دیگه از امیدهای این مجاهدین، اینم یک مردک دیوانه جنگ طلبی هست که از دوره بوش همینجور این ورنور میدوید که یه جوری با ایران جنگ را بندازه. تا امروز موفق نشده، امیدواریم قبل از اینکه موفق بشه اینم مثل جان مکین تلف بشه بره. تلف نه، برتش، اینا دیگه تلف شدن ندارن. این دیروز به مصاحبه چیز داشت، چی میگن اطلاعاتی خبرنگاری فلان بیساری اینا پرس، بهش میگن که شما اون نوار این قاشقچی رو شنیدی؟ میگه نه من که عربی بلد نیستم. یعنی شما ببینید چه کسانی در دستگاه دولتی ترامپ مسئولن، مشاورن.
یکی نیست به این بگی مردک، خب باید یکی داشته باشید که عربی بلد باشه و مورد اعتماد شما باشه، بیاین بشینید بگید این داره چی میگه. این سیستم آمریکا. ولی ترامپ تا اینجا رفته توی آبلجن و نمیدونه چجوری بیاد بیرون. امروز مصاحبه میکنن با دخترش، ببینید حتما. به دختره میگه نگران نیستی؟ میگه نه. خبرنگاره میگه یعنی تو نگران بابات، همسرت، برادرت و خودت نیستی؟ بعد میخنده. بعد بهش میگه شما که به هیلری کلینتون گفتین دستبند بزنید چون این از کامپیوتر معمولی استفاده کرده برای کارهای دولتی، الان تو هم از کامپیوتر شخصی استفاده کردی برای چیزهای دولتی، فکر نمیکنی حالا باید به تو دستبند بزنم؟ بعد نه، اصلا اینا عقب افتاده هستن. این جان بولتون: بحران اوکراین، روسیه سامانه جدید ضد موشکی در کرایمن نصب میکند. میگه که به خاطر حمله که توی دریا انجام شد، این بین روسیه و اوکراین، قرار بود ترامپ وقتی میره برای این چیز با پوتین یه دیداری داشته باشه، الان گفته من با پوتین دیدار نمی کنم. تهدید ترامپ به لغو دیدار با پوتین به دلیل تنش روسیه با اوکراین. یوکراین میگن، اوکراین هم میگن و الی آخر. ما یه رفیقی داریم که مال خود اونجا هست، اون خودش میگه یوکراین. بله، سفیر اوکراین در آلمان گفت پوتین را سر جایش بنشانید. تلاش خلبانان هواپیمای لایون ایر اندونزی برای کنترل هواپیما پیش از سقوط، چون میدونم پتیک خیلی دوست داره این ماجرای هواپیما و اینا را، گفتن که کامپیوتر میاد اینو به صورت اتوماتیک از دست خلبان میگیره. ولی یه خلبانی گفت اگه بلد باشی به جای اینکه هول بشی و بترسی و بدتر چیز کنی، دستگاه داره که اونو خاموش میکنه و خیلی قشنگ نشون داد. البته هواپیمای 737 گویا اشکال داشته و اینا قایم کرده بودن، شرکت های هواپیمایی و ماشین و اینا، تا اونجایی که زورشون برسه میگن نه اشکال از ما نیست، آقا شاید مست بودی، پاتو به جای ترمز گذاشتی رو گاز، شاید پاتو به جای گاز گذاشتی رو ترمز، فلان بیسار اینا. بعد که چند نفر شدن، اون وقت یه وکیلم میگیرن و از زورشون میرسه. این الان مثل که دومین یا سومین هواپیمایی هست که به این صورت نوز داون میره، میفته تو دریا و اینا. حالا تازه گفتن باید یه جوری نگاه کنیم به این مشکل و گویا مشکل هم داره. و اما اون روز اگه یادتون باشه، این دوست ما ازشون خواسته بودیم که اگر کسی آزمایش دی ان ای داده برای ما بفرسته ببینیم چه جوریه، و ایشون فرستاده بود، ما اون بالا که اسم فامیل بود اونو نشون ندادیم و مقدار چیزا رو گفتیم. بعد من پرسیدم این از همینایی که میگی اسمم چیه، فامیلم چیه، الکی بهت میگن انقدرت اینجوریه اینجوریه، یا واقعا اونایی که حالا یا تو فرستادید یا از این چیزی که میمالن تو دهنشون اینها. و ایشون امروز پیغام گذاشته، حالا نگفتید که پخش نکنم، ولی بذارید یک لحظه. سلام آقای شوری، الهه هستم از دالاس. الان برنامه دوشنبه شما رو نگاه کردم، شنیدم البته چون یوتیوب مثل اجازه پخش ویدیوشو نمیده، شنیدم. بله، اون تست ژنتیک که براتون فرستاده بودم، بله همون توشی رو که فرمودین همونه فرستادم. ضمناً $70 هم من رو چارج کردم، که البته ناراضی نیستم چون دلم میخواست بفرینم، ولی الان مثل این که حدود $50 یا شاید هم کمتر، در حال چون خواسته اصلا ممنونم. ایشون میگه که یه چیز به اصطلاح درست حسابی و فرستادن اونجا و آزمایش و اینها، و دیدید دیگه چند درصد آسیای غربی هستید، چند درصد آسیای شرقی هستید و اینها. حالا باید ازشون سوال کنم، خب حالا که فهمیدید هیچ تغییری تو زندگیتون میده؟ میدونم شما جز اونایی نبودید که بگید ما ایرانی ها ای خاکت برتر از همه فلان بیسار، ولی الان چه احساسی دارید؟
من فکر میکنم بعد از این احساس آدم، بعد از این آزمایش آدم بیشتر میفهمه که بابا با دیگران مساویه، برابره، و خوش به حال اونایی که قبل از این آزمایش هم بفهمن که فرقی با دیگران نداره. بریم سراغ این برنامه عقل بشر شماره 78 از خلیج فارس. دوستمون دو تا ویدیو هم فرستاده که این ویدیوها انقدر کوتاه هستن که نگو و نپرس. حالا من براتون یکیشو نشون بدم. پلیر دو کدوم بود؟ این بود عقل بشر فیلم دو، عقل بشر فیلم یک. اینو من بهتون نشون بدم یا ببینم اینجا مثل باید. خیلی کوتاه دوستان، برای تلویزیون من یادمه اون موقع که ما این امکانات ویدیو میکسر و اینا رو نداشتیم، اگه یک کتابی رو میخواستیم تبلیغ کنیم میومدیم عکس صفحه رو 10 ثانیه میگرفتیم تا اون کسی که میخواد صحبت کنه بتونه این نشون داده بشه. حالا من این ویدیو اصلا حالا بازم نمیشه. یک لحظه. کل ویدیو فکر نمی کنم 2 ثانیه باشه. ببینید ما اینا رو از این کامپیوتر با بدیم به اون کامپیوتر، اینجا اینو به شما نشون بدیم و حالا کلیدشو بزنیم روشن بشه. بفهم یه آقای پیرمرد رو نشون میده، دست این رضا عقب افتاده رو میبوسه. ایشون یه فیلم دیگه هم فرستاده، گفته این فیلم رو هم بعد از اون نشون بده. و من یه نصیحتی به شما میکنم، شما خودتون تو کار فیلمسازی، تهیه خبر، روزنامه نگاری، نویسندگی بودید و هستی. ببینید اتفاقا یه دوستی 2 ساعت قرار بود برنامه بگیره، 80 تا عکس فرستاد بود برای من که آقا این با عکس ها رو من میخوام تو برنامه استفاده کنم. گفتم ببین 2 ساعت تلویزیون 2 تا 48 دقیقه است، حالا بگو 2 تا 45 دقیقه میشه 90 دقیقه. بعد شما 80 تا عکس فرستادی، یعنی میخوای هر 1 دقیقه یه عکس نشون بدی؟ خب این که میشه شهر فرنگ. مخصوصا شما که برنامه‌تون لکچره، مثل درس آموزشی هست برای آموختن و یاد گرفتن، باید بیاین یه برنامه رو باز کنید، اوپن کنید، صحبت کنید دربارش، که صحبت میکنید 2 دقیقه 3 دقیقه بعد یه عکس نشون میدید. فعلا عکس بازی اینجا کاری نداره. خب من میتونم براتون یه فیلم بزنم از اول تا آخر. حالا فیلم دوم من باز کنم، اینم فیلم دوم. بعد برای من یه کمی کاملتر بنویسید. شما فکر نکنید اون چیزی که تو مغز شماست با این نوشته ای که میفرستید من متوجه میشم. فیلم یک را بگذارید، فیلم دو را بلا فاصله بعد از یک بگذارید. خب کی، دقیقه چندم، برای چی، هدف چیه؟ اینم فیلم دیگه، اینم یه عقب افتاده یه جای دیگه دنیا. از این عقب افتاده ها همه جا داریم و شما وقتی صحبت کنی مردم متوجه میشن. بفهم یکی هم دولا شده، نمیدونم این مال کجاست. سودان، مودان، عربستان، این هم یه فیلم. خب این 2 تا فیلم ما دیدیم، حالا بریم سراغ صحبتهای شما. و توی این فاس چیزم من عکسی رو که آقای مجید آقا فرستاده من اینجا اگه بتونم نشون میدم، یا اتفاقا اون یکی هم مجید فرستاده، یکی مجید نوروزی فرستاده لطف کرده، یکی هم آقای مجید خوشنودی. خب اینو من نشون میدم که اگه خواستید زنگ بزنید، چون اون لوگوه باز نمیشه توی پروگرام ما. خب بریم سراغ صحبتای این دوستمون از خلیج فارس، برنامه شماره 78 درباره باتلاقهای. سلام تقدیم به شما که به ما پیوستید تا از مسائل میهن و بخشی از مردمانش بیشتر مطلع گردید. در این گفتار به شناسایی مردم باتلاقها ادامه میدهیم. با نشان دادن عکس های کم به آقای سربی کمی استراحت می دهم و هفته آینده به زحمتشان می اندازم. این هم یک اخطار ملایم به هدف آماده ساختن ایشان. تا
طی گفتار عقل بشر بسیار درباره حکم فرمایی معیارهای اقتصادی و اجتماعی بر عقل بشر اشاره شده. انسان که توان درک و فهم منبع و اصل اندیشه های خود را در اختیار ندارد، به دنبال ریشه هایش نرفته، بدون اندیشیدن و بنابر انباشته های بیشعوری رفتار و همه مسائل به ارث برده را تکرار می کند. در این موارد هر گونه تغییر در آدمیان بسیار کند، بدون توجه و ملاحظه فرد و عموم صورت می گیرد. در یک اجتماع باستانی و تغییر نکرده ای چون باطلاق ها، اوضاع احوال مردم چگونه است؟ جمعیت آنجا به سه طبقه تقسیم می شود. طبقه اول یا بالا، حکمران یا شیخ قبیله و خانوادش. طبقه دوم، شکارچیان و ماهیگیران. و در پایین طبقه سوم، کشاورزان و کارگران. اهمیت و اعتبار اجتماعی هر طبقه ای به همین تدریج است. بنابر اصول اجتماعی باطلاق‌ها که هر گروهشان وابسته به یک شیخ هستند و شیخ‌ها هم درجه بندی شده و در میان خود شیخ و رئیس دارند، مردم خود را وابسته به قبیله و رعیت شیخ می‌دانند. به علت اجرای اصول اجتماعی که هیچ فردی در پیدایشش و به ارث بردنش نقشی نداشته و تا چند سال اخیر بسیار با شدت پیروی می‌شد، وصلت و ازدواج و تأسیس خانواده میبایست در هر طبقه جدا از طبقه دیگر انجام پذیرد. هرگز یک کشاورز یا کارگر نمیتواند با دختری از طبقه شیخ و یا صیاد ازدواج کند. همینطور دختران خانواده های شیخ هرگز نباید با شکارچیان وصلت نمایند. این عادت و یا قانون نوشته نشده به این معنی است که جدایی طبقه ها یک اصل و برای همیشه در طی نسل ها ادامه داشته و خواهد داشت. طبقه های اجتماعی بر پایه هایی ساخته شده اند که در اجتماعشان مورد سنجش و تعیین مقام معینی قرار گرفتند. تغییر و انتقال به برتری اجتماعی جایز نیست. عموم مردم آن را بدون چه اجرا و برتری یک طبقه و مشخصات طبقه های دیگر در اجتماع به همان شکل باقی مانده، ادامه یافته و می‌یابد. علت این تقسیم بندی برای کسب امتیاز به سود استفادگر است که خود این معیارها و قانونهای اجتماعی را از روز ازل تأسیس کرده است. در حالی که شیخ و خانوادهش کاری نمی کنند، به مراتب بهتر از بقیه افراد دو طبقه دیگر زندگی می کنند. شیخ و افراد خانوادهش به بهانه اینکه در این خانواده به دنیا آمده و خود در این تصادف آفریدگار دخالتی نداشتند، از همه جهت و همه کس مفتخوری می کنند. کار کشاورزی و کارگری در اجتماع باطلاق‌ها کمبود شأن و بی ارزشی به حساب می آید. این اصول به اندازه محکم و استوار و با اصرار اجرا می شوند که هیچ کس نمی تواند به آن اعتراض کند. شاید شنونده ای شگفت زده با خود بگوید عجب. تعجب نکنید. این اصل از روز آغاز تأسیس نخستین اجتماع انسانی و یا بشر بر روی این کره تأسیس شده. در همه دین ها تفاوت ها بخشی از عقیده و خواست معبود یعنی خدا معرفی گشتند. خدای دین ها رزق هر آفریده ای را قبل از پیدایشش تعیین کرده. در همه اجتماع ها تفاوت ها به شکلی اجرا می شوند و حکمران و یا رهبر بهره‌ور از این عادت ها و ارزش ها اجازه تغییر آن را نمی دهد. اطرافیان لیزن و دور قابچین ها با ضروری شناختنش به آن اهمیت داده و از نزدیکی به رهبر سوء استفاده ها کرده و بر گرده عموم می سوارند. ارزشیابی کشاورز و کارگر از یک سال پیش شروع شد و هنوز به طور دلخواه و صحیح شکل نگرفته. در کشورهای بسیاری از آن سخن می گویند، ولی در اوضاع تهیه کنندگان خوراک و پوشاک و سرپناه برای مردم عملا تغییری نقدی به دست نیامده. اگر چنین تغییری هم شده باشد، از روی ناچاری و به علت ناتوانی طبقه حکمران است. در استرالیا و نیوزیلند کشاورزان و کارگران معادن
در جاهای دور که عمده محصول دهندگان و ثروت سازان کشور هستند امتیازهایی دارند. برای مثال رأی آنان در انتخابات فاکتور دارد و بیش از ساکنین شهرها حساب می شود. نمایندگان پارلمان مجبور به تماس همیشگی با آنان هستند تا نیازمندی هاشان را به اطلاع دولتیان رسانده و با شتاب آن را برآورند. در غیر این صورت کشاورزان زمین‌های پهناور و کارگران مناطق دور را رها و به شهر می آیند و در نتیجه کشور فقیر و مردمش می گرستند. در یک عبارت ناچاری و مجبوری حاکم را به قبول رأی مردم وامی دارد و زنگ انقلاب یعنی دگرگونی را شنیده و مجبور به اجرای تغییر می شود. به اضافه در چه زمانی از تاریخ ما پادشاهی کاری کرده با دستش و یا از زحمت کشان قدردانی نموده؟ ده ها مهندس و صدها کارگر در جای ساختمان و هزاران کارگر دیگر در کشور زحمت می کشند که با پول ملت پروژه‌ای بسازند. تعدادی از آنان هنگام کار قربانی می شوند. نتیجه‌اش این است که پروژه در پایان به نام رئیس کشور نامیده می شود. گویی خودش ساخته و یا مخارجش را از جیب پرداخته. با این واقعیت شاه بادی و قبقب انداخته، جست برتری گرفته و ادعای ساختنش را می کند. رعیت برلمان را قبول کرده و هنگام افتتاح برای شخص اول پایکوبی و دست می زنند، در حالی که دست شاه یا رهبر به یک خشت نخورده. کارگران زحمتکش و بی ارزش فراموش می شوند و کسی از آنان یادی نمی کند. مردم که در این دوران نوین نامیده شده اند فقط شماره ای هستند در نظر حکمران. خودش مهم است و بس. آی سوربی لطفا عکس ها را نشان ده. این اصول که تا کنون در اجتماعهای بشری سریان دارد ارث رسیده از گذشته است که در اجتماع مردم باتلاق‌های ایران و عراق تا حال ادامه دارد. در نقشه های برسنگ حک شده پازارگاد افراد با دست های پر از هدیه از پله ها سوی تخت شاه بالا می روند تا چاکری خیش را به اون نشان دهند. قبل از آن در مصر هم همین نقش ها بر روی سنگ ها حک شده. آنها می بایز بر روی زانو خزیده سوی فرعون بروند. در نینوا پایتخت آشوری ها در شمال عراق وضع همین طور بود. در برابر شخص اول همه باید خاری و حقیر بودن را نشان دهند. در عکس آخر لطفا خوب ببینی چگونه مردم کوچکتر از پادشاه آشوری بر سنگ حک شدند. چرا تعجب میکنی؟ مگر در زمان شاه که پیشروی و رسیدن به مقام بهترین کشورهای صنعتی را ادعا میکرد و از همینطور نبود؟ آقایان وزرا که شرفیاب میشدند با افتخار دست بوسی میکردند، یعنی نمایان نمودن چاکری و خاری عصد شده و بهانه نزدیکی به حکمران می باشد. فقط هنگام معرفی کابینه شاپور بختیار به وزرا آزادی دادن هر طور که می خواهند با شاه دست بدهن. با افتخار ملاقات را شرفیابی بیان می کنند، مثل اینکه شرف نداشته و آن را در چاکری می آبند. در حقیقت با این رفتارها روان بسیاری از شرفیاب یابان رنج میبرد تا که جرائنهای اجتماعی و زور رهبر مانع از اظهار نارضایتیشان میشود. این تضاد روانی با افزایشش سببی است که همواره نزدیکترین اشخاص به شخص اول اقدام به تغییر رژیم و نشستن به جایش را طرح و اجرا کنند، یا برای سرگونگونیش نادانسته چاکر یک نیروی خارجی قویتر یعنی مزدور شود. چاکر جان‌نثار با نزدیکی به حکمران در می‌یابد. او آن شخصی نیست که اینقدر ستایشش می‌کنند. خود را برتر دانسته و یا به کنار زدن شاه یا سلطان هدفش می‌شود که به جایش بنشیند. این مسئله در زمان خلافت و عدالت اسلامی نیز با اتکا به عقیده دینی تکرار شده و نزدیکترین لیز زنان شکست خورده در نشستن بر تخت خلیفه یا سر باخته و یا فرار کرده.
ذلیل کردن عموم، پست و بی ارزش شناختن مردم، ایجاد فاصله میان شخص اول و دیگران و انتقال این فاصله در میان طبقه های مردم بخشی از اصول حکمرانی است که به ما ارث رسیده. در بیشعوری چنان فرو رفته که که بحثش هم نمی شود کرد، واقعیتش انکار می گردد. آی سروی لطفاً فیلم ها را نشان دهید. شخصیت های به اصطلاح متمدن و دانشمند و روشن فکر و آنان که در دوستان ببخشید که من این نوار رو نگه می دارم. اشکال اینه، شما وقتی توی سیستم صدا داره پخش میشه، بعد بخوای فیلم رو پخش کنی، مخصوصا این فیلمه نیزاش که من از سیستم اینجا استفاده کنم. ما پلیر وی ال سی داریم، پلیر یکی کویک تایمه چیه، ولی اینا سیستماش همش ویندوز است. وقتی ما میخوایم پلی کنیم، اگه فیلم رو پلی کنیم صدا قطع میشه. اینه که یک کمی به اصطلاح شرایط و محدودیت های ما رو هم در نظر بگیرید. من این دو تا فیلم رو اول برنامه پخش کردم، آخر برنامه هم پخش میکنم. یکیش دستبوسی سران، پیرمردا، پیرزنای ایرانی از آقای رضا پهلوی که اون موقع 19 سالش بیشتر نبوده. یکی هم یه کشور دیگه بود که آقای اکبری نوشته، این اردن بود که یه بچه‌ای رو دستبوسی می‌کنه. اون فیلم‌ها رو بعد از اینکه این نوار تموم شد دوباره نشون میده. آرش تجربه‌های دیگری آموختن، از این بیشعوری توان فرار نتوانستن بکنن. به نسبت تولد ولیعهد در کاخ سلطنتی جشنی برگزار می‌شود. گوگوش آواز می‌خواند. نویسنده و دانشمند و سناتور محترم و بزرگسال ایران مرحوم آقای علی دشتی که دوستی و رابطهش با تاج الملوک ملک مادر شایع بود، همان مادری که در گورستان بیچارگان به خاک سپرده شد، هنگام ورود پسر بچه ولیعهد یا پسر بچه ولیعهد دستش را می‌بوسد. ولیعهد 6 ساله مراکش هنگام حضور در مراسم دستش را سرلشکرها و وزیران می‌بوسند. چرا هیچ کدامشان احساس چرند بودن و حقارت نمی‌کنند؟ با این وضع آیا انتظار دادی شاهزاده ای از اوضاع و بدبختی‌های مردم مطلع گشته و هنگام بر تخت نشستن برای ملت کاری بکند؟ نباید تعجب بکنیم. بدون درک همه ما همین رفتار را کرده می تحسینیم و موجب نکوهشش نمی دانیم. زشتش هم نمی شماریم. بیایی دندیشیم و به کجروی های فرو رفته در بیشعوری من بیشتر آشنا شویم. آنان که در این وضع فرومایگی به شخص اول وجود و شخصیت خود را می سازند و بعدن بر عموم بزرگی می فروشند، مانند سگ داستان مثنوی برای آسان‌تر خوردن و سوء استفاده و تنبلی، آمدن گردن بند خفت و خاری برگردن بنهند و از لذت آزاد زیستن محروم باشند. در فرهنگ انسانی موضوع خودفروشی با شعر و داستان‌های بسیار منعکس گشته. ها باز آقای سروی ممکن است بگویند به چه دردی می‌خورد. این سؤال را در یک گفتار مفصلا پاسخ خواهم داد، اما امروز برایتان از یک شاعر شیرازی میخوانم. توانگری نه به مال است پیش اهل کمال، کمال تا لب گور است و بعد از آن اعمال. من آن چه شرط بلاغ است با تو میگویم، تو خواه از سخنم پنگیر و خواه ملال. آقای سروی دوباره تکرار میکنم. من آن چه شرط بلاغ است با تو میگویم، تو خواه از سخنم پند گیر و خواه ملال. محل قابل و آنگه نصیحت قائل، چه گوش هوش نباشد چه سود حسن مقال. یعنی به چه دردی میخورد؟ به چشم و گوش و دهان آدمی نباشد شخص، که هست صورت دیوار را همین تمثال. نصیحت همه عالم چوباد در قفس است، به گوش مردم نادان چو آب در غربال. دل ای حکیم در این معبر هلاک مبند، که اعتماد نکردند بر جهان عقال. باز
یعنی به چه دردی میخورد. تا آخر قصیده باز شعر و باری دیگر سؤال به چه درد میخورد، گفتاری که آقای سربی از شیخ مصلح الدین سعدی به ارث برده اند، خودشان مبتکرش نیستند، مانند همه چیز ما. آری به دردی نمیخورند، همینطور که این گفتارها به دردی نمیخورند، در مغز بشر تغییری ایجاد نمیکنند، زیرا عقل انسان در اختیار صاحبش نیست، توان داوری و درک خارج از انباشته های بیشعوری را ندارد تا رفتار و کردار و پنداری دیگر داشته باشد. اگر انصاف داریم باید بی‌اعترافیم که همه تغییرهای معنوی و فیزیکی در انسان بدون استثناء توسط افراد دیگر اندیش رخ داده. آنان که خواهان ادامه اوضاع و یا بازگشت به گذشته هستند همه بدون استثناء ورشکستگی مغزی دارند. در ادامه این گفتار به زبان مردم باطلاق ها میپردازیم. زبان رایج میانشان عربی است و زبان دیگری نمیدانند. در زبان عربیشان کلمه های بسیاری از دوران تمدن سومری ها تا کنون در میان مردم مورد استفاده است. در از آنجا به مناطق اطراف سرایت کرده. در مناطق عربی دور این عبارت ها مورد استفاده نیست. باطلاقی های عراق همشان به عربی و با لهجه جنوبی متعلق به خودشان صحبت می کنند. در باطلاق حویزه در ایران زبان مردمش همچنان عربی است. در آنجا زبان عربی با عبارتهای فارسی قاطی شده. غریبان که دو زبان عربی و فارسی را می دانند می توانند گفتهایشان را کاملا درک کنند. از این عربی ننکشیده باطلاق های ایران چند مثال برای تان می آورم. برای آشنایی به این قاطی کردن از کلمه های انگلیسی استفاده و عبارت های فارسی را همانطور که در آنجا معمول است می گویم تا درکش برای تان آسان تر شود. I hit head to you به عربی ضربت لك راس، یعنی به حد سر زدم. The road is full of دسنداز، طریق کل دسنداز، یعنی راه همهش دسنداز است. Bring the cow دندوش هست، جیب البقره دندوشه، یعنی گاو را بیار تا بدوشیم. در این عبارت کلمه فارسی دوشیدن به طرز دستور زبان عربی سرد گشته. کلمه تا از فارسی به زبان عرب جنوب عراق و کشورهای محیط منتقل شده و دا تلفظ می شود. در مصر کلمه دا معنیش این می باشد که به چیز مذکر خطاب می شود و دی یعنی این به مؤنث. See you in ایستگاه اتوبوس، اشوفک فی ایستگاه اتوبوس. استفاده از کلمه ها و عبارت های خارجی در هر زبانی معمول است. بینندگان و شنوندگان عزیز در ایران و خارج، برای به سادگی فهماندن مخاطب و یا سستی در بیان، این قاطی کردن را بر زبان آورده و به آن عادت و بخشی از فرهنگ عمومی شده. در جریان حمله صدام به جنوب عراق که در گفتار شرحش خواهد آمد، تعداد زیادی از جوانان و مردان این باطلاق ها به ایران گریختند. در اردوگاه های مهاجرین در ایران بسیاری از آنان برای اولین بار به زبان فارسی سواد آموختند. اکنون تعداد زیادی از مردم باطلاق ها که به خانه خود در عراق بازگشتند، در میان خود با زبان فارسی سخن میگویند. بعثی ها و طرفداران صدام در داخل و خارج از عراق گفتگو کردن باطلاقی ها به زبان فارسی دستک قرار داده و آن را مظهر نفوذ و دخالت ایران در اوضاع عراق قلمداد می کنند. فارسی سخنگویان را مزدور می خوانند، فراموش کرده یا نمی خواهند، به اعترافند یا سرپوش می نهند که در اثر بی عدالتی و بی انصافی رهبر مدعی ملیت عرب و انتشار نفرت از غیر عرب، مردم عراق باستان تا به چنین حالتی رسانده است. هیچ کسی خواهان ترک خانه و کاشانه خود نیست. مردم باطلاق ها که طی هزاران سال در سرزمین خود و به علت محاصره بودن با آب در امان به زندگی یک منوال ادامه داده اند، مجبور به مهاجرت و تغییر سرزمین شدند. علت اصلی همان رهبران نادان، خودخواه و نفهم بوده و هستند که خودبینیشان به آنان اجازه دانستن حقیقت نمیدهد. می گریزند از شناخت مردم و اوضاعشان. تنها علاقشان به حکمرانی و سواری بر دیگر هم نوعان خلاصه می شود. با بی ارزش دانستن دیگران بر سر خود و ملت بلاها می آورند و تا آخرین لحظه های زندگی هرگز به بی توانی عقل خود پی نبرده و حماقت یعنی تکرار اشتباه را ادامه می دهند. امیدوارم این گفتار و دیگر گفتارها اندیشیدن را در شما موجب شده باشد. اگر نه
تهیه و تقدیم این گفتارها حتما به دردی نمیخورند. در گفتار آینده یک پدیده زورگویی را که در عقل بشر فرو رفته و تا حال در باطلاق‌ها ادامه دارد برایتان شرح خواهم داد. با خواست بهترین ها برای تک تک شما تندرستی و خوشبختی آرزو می‌کنم. خب خیلی ممنون دوستان. اون برنامه آقای اکبری هم گفت ببخشید که مراکش بوده و دو تا فیلم ایشون فرستادن خیلی کوتاه، بذارید من بهتون نشون بدم این فیلم ها رو یک بار دیگه. بله متاسفانه بهتون میگم این فیلم ها چون هر کدومش روی سیستمی از یه جایی، بعد این دوستان با اینستاگرام، با تلگرام، با نمیدونم حتی کامپیوترتون، شما ممکنه کامپیوتری که دارید فایرفاکس استفاده میکنید وقتی یه فیلمی رو نگه میداره به صورت MOV FLV نگه داره، مال من به عنوان به فرمت ویندو نگه داره. خیلی مشکل این کار ادیتینگ و اینا، همیشه من بدم میمده. این اون قسمتی که ایشون میگه ولیعهد نمیدونم اون آقا هر کی بوده، دوست پسر مادر بزرگش بوده، میگه تعظیم میکنه. اینو با هم ببینید. بعد هم این بدبخت ها دیگه عادت میکنن، یعنی هر جا میره دستشو میبوسن و اینا عادت میکنن، فکر میکنن که معمولیه. بذارید این شماره دورم بهتون نشون میدم که مال مراکشه. میبینید تازه اون جنراله یا ارتشیه بیشتر از همه میاد دولا میشه، چون این پسره 6 سالشه گویا قدش کوتاه، ولی اون سعی میکنه بیشتر ارادت خودشو نشون بده. با هم میبینید. مثلا پسره دستشو میکشه ولی اینجا ارتشیه بل نمیکنه. در صورت اینم و این دوستمون اون روز من گفتم خب این شعری بود ایشون گفته بود، گفتم این شعرها چه نتیجه‌ای داره. منظور من به این برنامه عقل بشر نبود، به اون شعری بود که شما جدا نوشته بودید درباره منبر و درباره چوبه دار از درخت گردو و درخت چنار یا درخت بید، منظور من به اون بود. در صورت ممنون و متشکرم دوستان. به همین سادگی البته ما یکم نق میزنیم مشکلش میکنیم، شما هم میتونید برنامه داشته باشید. اتفاقا این روزا خیلی ساده شده برنامه درست کردن اینها، شما میتونید با تلفن خودتون اینو قشنگ یه جایی بذارید. حتی این چیزایی هست که برای قاب عکس استفاده میکنن، شما مثلا اینو میذاری تو تاخچه اینجوری یه عکس میذاری نگه میداری. حالا این نامه آقای جیمی کارتره، براتون صحبت کن. شما اینو میتونید برای تلفن هم استفاده کنید، تلفنتون رو بذارید قشنگ بشینید روش، زیرش کتاب بذارید بیارید بالا پایین اینها و ویدیو درست کنید، آدیو درست ضبط کنید بفرستید. این ماجرای اینجا شب تنکسگیوین و کریسمس و اینا که میشه، از رئیس جمهور گرفته، از رئیس جمهورهای قبلی گرفته، از مسیحی ها گرفته، از کلیمی ها گرفته، چپ و راست هر کدومشون برای شما نامه می نویسن، پول بدید کمک کنید و هر کدومشون یه انجمن خیریه دارن. یکی به بچه ها خوراک میده، یکی برای بچه ها کفش میخره. یه آقای هست من برنامه هاشو نگاه میکنم، رفته بود آفریقا اتفاقا شاید همون نایروبی و اینها، و برای بچه ها میز صندلی مدرسه و کفش میبرد. بعد میگه من به بعضی هاشون میگم چرا پای برهنه را میری، اصلا تعجب میکنه مگه خب باید چیزی بپوشم، بعد که کفش میپوشیم میفهمه. یعنی اونا را بدبخت میکنیم وابسته. من سالها پیش وقتی که جیمی کارتر اون کتاب آپارتاید نوشته بود راجع به اسرائیل و فلسطین که هم اونا هی فوشش میدادن هم ایرانی ها، وقتی رفت لس آنجلس بهش حمله کردن، با دفترش تماس گرفتم و اون خانومی که اونجا بود قرار بود برم مصاحبه کنم، که متاسفانه اینجا یک کار پولدارتری گیرم اومد نرفتم. ولی از اون زمان اینا اسم مشخصات منو دارن و می نویسن. می بینید از دفتر جیمی کارتر به نام خودش و همسرش خانم روزالین، و خیلی جالبه یه کارت می فرستن. این چیزی که ما تو ایران نداریم، خود من هم یکی از اونایی هستم که درست انجام نمیدم، تشکر نمیکنم از دوستان، نامه براشون نمینویسم، سر تنکسگیوین تبریک نمیگم و اینها. بعد ببینید باز همون مارک
به اصطلاح ریاست جمهوری و اون عقاب و اینا رو داره. بعدم نوشته که بلسینگ همون آمرزش میشه، آمرزش و عشق و صلح برای شما تو این ایام کریسمس. اینم اسم زنشه یا امضای زنشه، اینم امضای خودشه. ولی همه اینها برای اینه که شما وقتی اینا رو نگاه میکنید یه پولی بدید براشون که اینا اون هدفی رو که دارن بتونن انجام بدن. باش یه کارتم میاد که میخوای چند بدی، 25 دلار بدی، 50 دلار بدی، حتما برای شما از اینا میاد، از پلیس محل میاد، از آتش نشانی میاد. یادتون باشه خیلی هاش قلابیه، مطمئن بشید درسته، بعد اگه خواستید کمک کنید کمک کنید. جالب اینه وقتی اینا میاد برای که کار شما رو راحت کنه، چون بعضیا پول نقد میذارن اینها، یه پاکتایی هم باهاش میاد که این پاکت‌ها آردی یعنی از پیش تمرش رو با پستخونه قرارداد بستن که هر کدومی که شما مهر زدید از حساب ما کم کنید. ولی اینجاش نوشته اگه شما میخوای کمک بیشتری به ما انجام بدی، خودت بیای تمر بزن که ما حتی پول به اصطلاح تمرم ندیم. و وقتی اینا این کار میکنن دیگه آدم حالا هرچی هم خسیس باشه و هرچی هم نخواد بده، 25 دلار، 50 دلار، 10 دلار، 15 دلار، 20 دلار باید بده. این یکی از اون چیزاییه که من تلاش کردم به خانم دکتر زنوسی هم بگم بله درسته، وقتی شما میای این کار رو انجام میدید 100% اون پولی که میگیرید به دست اونی که میخواد میرسه، ولی اگه یکم ریاضی استفاده کنیم 100% 10 دلار 10 دلاره، ولی 50% 100 دلار 50 دلاره. پس شما هی خیلی نگید ما 100%شو میدیم، سعی کنید مقدار رو بیشتر بگیرید. روشایی که مردم امتحان کردن کار میکنه، شناخته شده است، اونا رو استفاده کنید. متاسفانه تو این کار خیلی ضعیف هستیم و میبینید که هر حرکتی که میاد بالا میره نابود میشه، پیداش نمیشه. همه احساساتیه، برنامه ریزی نشده. و وقتی برنامه ریزی بشه خب میبینیم باشه مخارج میاد، رفته آمده. آقا خانم شما اگه میخوای بری این راننده تاکسی رو بگی بیا بریم کمک کن، روز اول ممکنه بیاد مجانی، روز دوم اگه بهش گفتی بیا میگه زن و بچه‌م اونم باید بیام تو صف وایسیم از شما کمک بگیریم. خب اونا پول میخوان، من باید کار کنم، حاضرم به شما 50% تخفیف بدم، حاضرم به شما 70% تخفیف بدم. نخواهیم از این و اون که برامون مجانی کار کن. از یک کاری که شما ممنون و متشکرم. ساعت 3:33 است. اجازه بدین ما همینجا بریم، من یه قرار دارم ساعت 4 اونور واشنگتن مریلند باید برسم، یعنی گفتم 4 برنامه‌ام تموم میشه ولی ترافیک زیاده و اینا. بعد جمعه با شما خواهیم بود، جمعه امیدوارم آقای امیر حسین لادن باشن، دیگه الان ایام تعطیلات و دیدار فامیل و اینا گذشته. و شما هم اگه بخواید برنامه داشته باشید، بارها گفتم ما اینجا وقت آزاد تا دلتون بخواد، ازتون خواهش میکنم نه به من بگید من چی بگم، نه به من بگید چی پخش کنم، خودتون بیاین اونی که میخواین من بگم بگید، اونی که میخواین پخش کنید پخش کنید. روز و روزگار بر شما خوب و خوش. از اینکه با ما بودید ممنون و متشکرم، بهترین حال براتون آرزو میکنم. و سرما داره کولاک میکنه اینجا، شب انقدر صدای باد میومد که نمیشد بخوابی، ولی این باد که میاد هی به این درخت ها میگه برگا رو نمیریزی، حالا بیشتر برف و طوفان طرف های بوستون و نیویورک، بعد اونورم که کالیفرنیا سوخت. و خیلی جالب بود اینجا جدیدن یه جشنی میگیرن اینایی که میخوان بچه دار بشن، به اصطلاح دختر بودن بچهشون یا پسر بودن بچهشون رو تا میفهمن با آزمایش یا با اون عکسایی که میگیرن میان یه جشن میگیرن. اگر دختر یه چیزی مثلا صورتی رنگ، اگه پسر یه چی آبی، یه احمقی تو آریزونا رفته یه چیزی گذاشته اونجا، یه گاز آبی توش بوده آبی رنگ که یعنی پسر، تیر رو که زده به این همه جا رو اونجا آتیش گرفته. حالا 5 سال گفتن باید بری زندان، ولی زندانش معلق کردن. 8 میلیون دلار باید خسارت بده. ببخشید اینجوری ساده میگم، سعی کنید از این خربازی ها در نیارید.
خوش باشید، سلامت باشید، با امید دیدارتون روز جمعه ساعت 2 بعد از ظهر وقت نیویورک شرق آمریکا واشنگتن. مرسی.